به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز شنبه 30 قوس 1397 خورشیدی است که مصادف می شود به 24 نوامبر 2018 میلادی نخست. سرخط خبرها: برگزاری برنامه نشست مشورتی و همکاری میان مردم و پلیس در ولایت جوزجان. کشته شدن 44 طالب در نقاط مختلف کشور. و در اخیر هم نزدیک شدن دو جزیره در نیوزیلند در اثر زلزله. مشروع خبرها با من محمود رسولی. برنامه کمپاین جمع‌آوری لباس‌های زمستانی از سوی جوانان رضاکار و فعالین جامعه مدنی در ولایت جوزجان را اندازی شد که تا یک هفته دیگر ادامه دارد. گفته می شود هدف از گرفته شدن این برنامه جمع‌آوری لباس‌های زمستانی استفاده شده و توزیع آن به اشخاص نیازمند می باشد. بیشترین قشر جامعه را در این ولایت افراد فقیر تشکیل می دهند که نیاز مبرم به لباس‌های زمستانی دارند. برنامه کمپاین جمع‌آوری لباس‌های زمستانی از سوی جوانان رضاکار و فعالان مدنی ولایت جوزجان را اندازی شد. آجی عبدالقادر فولاد، فعال جامعه مدنی در جوزجان، می گوید که آنان این برنامه را به خاطر جمع‌آوری لباس‌های غیر ضروری زمستانی از کسانی که نیازشان نیست برای انداخته‌اند تا به کسانی که واقعاً به لباس‌های زمستانی نیاز دارد لیست نموده توزیع کند. او همچنان از مردم می‌خواهد تا لباس‌های زمستانی غیر ضروریشان را به خیمه که از سوی فعالان جامعه مدنی و رضاکاران جوان ایجاد شده که تا یک هفته دیگر ادامه دارد تسلیم دهند. او می افزاید که بر علاوه لباس های مردانه، لباس های زنانه و طفلانه را نیز جمع‌آوری می کنند. جمع‌آوری پوشاک لباس های زمستانی است و کسایی که لباس های زمستانی دارند و مستعمل هستند یا نو از در خانه نمی پوشند، اینا می بتانند که در این خیمه که از طرف مردم جوزجان، جوانان رضاکار، فعالان مدنی برپا شده، امروز تا یک هفته ادامه داره. حمیدالله مسرور، عضو کمپاین جمع‌آوری لباس‌های زمستانی، می گوید که این برنامه به شکل یک کمپاین راه اندازی شده و از مردم می خواهد تا لباس‌هایی که دیگر نیازشان نیست و استفاده شده و یا اندازهشان برایشان کوچک شده را به این برنامه ادا نماید، چون در جوزجان ماجران آواره که در اثر جنگ های آماده با آمدن زمستان نگرانند و نیاز به لباس های زمستانی دارد تا باشد یک کمک بشر دوستانه برای جامعه خود انجام داده باشند. از مردم هم میره میخواییم که بیاییم ما یک انسانیت را و احساس و بیداری وجدان را از جا آغاز بکنیم که کسایی که لباس های اضافه دارن برای سایزش برای خودشان خرد و بزرگ است و خانه انداخته که اینا را جمع آوری بکنیم و کسایی که اگر توان داشته باشن جدید بیارن برای ما بتن، ما بتانیم که را از این طریق برنامه جمع آوری برای مردم باز نیازمندان، کسایی که از آواره شدن از ولسوالی آمدن برای نا توضیح بکنیم. گفته می شود که در جوزجان بیشترین قشر جامعه را افراد فقیر جامعه تشکیل می دهند که با تشکیل این برنامه حداقل نیازهای ضروری لباسهای زمستانیشان حل خواهند شد. نشست ولایتی مشورتی و همکاری میان مردم و پلیس از سوی قماندانی امنی ولایت جوزجان گرفته شد. در این نشست شماری از فعالین جامعه مدنی، متنفذین قومی و رؤسای دوائر دولتی اشتراک کرده بودند. هدف از برگزاری این نشست توجه مردم در زمینه همکاری با پلیس گفته شده است.
نشست ولایتی مشوره تفاهم و همکاری میان مردم پلیس از سوی قماندانی امنی ولایت جوزجان امروز طی یک نشست برگزار گردید. فرزین فهیمی یکی از فعالین مدنی در ولایت جوزجان میگوید ما به خاطر حمایت قاطع از نیروهای امنیتی و پلیس در این نشست جمع شده ایم و از پلیس و نیروهای امنیتی کشور حمایت میکنیم. او میافزاید که پلیس بدون کمک مردم هیچگاه در انجام وظایفشان موفق نیست. او همچنان از مردم میخواهد تا با نیروهای امنیتی و پلیس همگام بوده و آنان را در اجرای هرچی بهتر وظایفشان یاری رسانده و با دیدن هر گونه جرم به پلیس اطلاع دهند و دوشا دوشا همدیگر کار کند. تا حد امکان با پلیس همکار بوده و پلیس هم در پالوی از اینکه وظیفه دار وظیفه خود انجام میتن و بدون همکاری مردم خیلی مشکل است که پلیس و جرایم و امو مشکلات پیدا کنه. به او خاطر همکاری مردم بر از اینا بسیار مهم و سازنده است و خاص من ممی است که زن و مرد این ولایت باید از نیروهای امنیتی و از پلیس ملی یا باید حمایت کنند. سمنوال محمد یوسف میدونپور مدیر حقوق بشر قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید که پلیس مجری قانون هست و وظیفه پلیس تنفیذ قانون و کارهای دموکراتیک هست که با همکاری مردم می توانند گراف جرایم را پایان آورده و همچنان می افزاید پلیس توانسته است با همکاری مردم محل وظیفه خیش را به درستی انجام دهد. او همچنان از مردم میخواهد تا پلیس و نیروهای امنیتی را در انجام وظایف هرچی بهترشان یاری رسانده و با دیدن هر گونه جرایم و اعمال تروریستی به شماره 119 پلیس زنگ زده و با آنان اطلاع دهد تا باشد از اعمال تروریستی و جرایم جلوگیری شود. مردم ما را در شناسایی مجرمین و در شناسایی دهشتگرا و در حرکات و تحرکات غیرعادی ما را کمک کردن و با شماره 119 که مربوط به پلیس مردمی میشه این قسمت ما را کمک کردن. این نشست مردمی با پلیس در ولایت جوزجان در حال از سوی قماندانی امنی ولایت جوزجان برگزار شد که نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت مردم شب و روز در تلاشند. در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی افغان 7 عملیات را در 8 ولایت ناامن کشور را اندازی نمودند. این عملیات در مقابل مخالفین مسلح دولت بوده که در نتیجه 44 تن از طالبان مسلح کشته و 5 تن دیگرانان جراحت برداشتند. وزارت دفاع با پخش خبرنامه می گوید در عملیات روز گذشته نیروهای امنیتی افغان که در ولایات ناامن کشور از جمله کندز، هلمند، ننگرهار، غزنی، پکتیکا، قندهار، فراه و بلخ را اندازی نمودند، در این ولایات از گروه های مخالف مسلح دولت 44 تن کشته و 5 تن دیگرشان زخمی گردیده است. همچنان در این عملیات یک اراده موتر، 3 اراده موتر سایکل و مقدار جنگ افزارهایشان توسط نیروهای امنیتی افغان تخریب گردیده است. این بود خبرهای داخلی این ساعت. خبرهای خارجی بعد از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. با خبرهای خارجی این ساعت خوش آمدید. جزایر شمالی و جنوبی نیوزیلند به دنبال زلزله شدید سال 2016 در این کشور به هم نزدیکتر شدند. زلزله که در نزدیکی شهر کرایستچرچ در جزیره جنوبی این کشور رخ داده بود، خسارات زیادی را به بار آورده بود. اکنون مقام‌های نیوزیلند می‌گویند این زلزله باعث شده تا این دو جزیره 5 متر به هم نزدیک شوند. زلزله‌ای که در نزدیکی شهر کرایستچرچ در جزیره جنوبی نیوزیلند رخ داد، بزرگی 7.8 خسارات زیادی را به بار آورد. اکنون مقام‌های نیوزیلند می‌گویند این زلزله باعث شده تا جزایر شمالی و جنوبی این کشور 5 متر به هم نزدیک‌تر شوند.
بررسی هایی که پس از زلزله صورت گرفته نشان می دهد این تغییرات کماکان ادامه دارند و تنگه باریک کوک جزیره شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند تنگتر شده است. زمین شناسان می گویند سریع ترین تغییر در کیپ کمبل بوده که اکنون 35 سانتی متر به ولینگتون پایتخت نیوزیلند در جزیره شمالی نزدیکتر شده است. انتخابات پارلمانی بحرین بدون حضور گروه‌های مخالف در این کشور برگزار می‌شود. دولت بحرین به گروه‌های اصلی مخالف جزئی حضور در انتخابات را نداده است. شیعیان اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما در ساختار و تصمیم‌گیری بحرین نقشی ندارند. دولت بحرین به گروه‌های اصلی مخالف اجازه حضور در انتخابات را نداده است. دولت و مجلس بحرین در کنترل اقلیت سنی بحرین است. دولت بحرین چندین گروه مخالف از جمله گروه های مخالف شیعه را منحل کرده است. شیعان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، اما در ساختار تصمیم گیری این کشور نقشی ندارند. سازمان حقوق بشر عفو بین الملل از گزارش های بازداشت ارعاب و به سکوت واداشتن مخالفان سیاسی و منتقدان دولت به شدت ابراز نگرانی کرده است. از سال 2011 بدین سو بحرین شاهد ناآرامی هایی بوده است. مخالفان خواهان استقرار سلطنت مشروطه در کشور و یک نخست وزیر انتخابی هستند. تظاهرات اصلی مخالفان در بحرین با کمک عربستان سرکوب شد. اخیراً دادگاه در بحرین برای شیخ علی سلمان رهبر حزب منحل شده جمعیت وفاق بزرگترین گروه شیعه در بحرین حکم حبس ابد صادر کرد. او به خاطر جاسوسی برای قطر محکوم شده است. شیخ علی سلمان در ماه ژوئن از اتهام تبانی با قطر وارد تبرئه شده بود، اما مقامات بحرین پرونده او را به دادگاه استیناف ارجاع دادند. بجز انحلال گروه ها و بازداشت مخالفان، مقام های بحرینی از شماری از مخالفان خود سلب تابعیت کردند. ران فارس چهره سرشناس رادیویی در سوریه که در چند سال گذشته در داخل مناطق کنترل شورشیان فعالیت میکرد و از روزنامه‌نگاران منتقد دولت بشار الاسد و مخالفان افراطگر بود به ضرب گلوله در ادلب کشته شده است. ران فارس به علت پخش برنامه از داخل مناطق تحت کنترل شورشیان طی چند سال گذشته شهرت پیدا کرده بود و بسیاری او را به علت شهامت و جدیت در ادامه کار می ستودند. ران فارس چهره سرشناس رادیویی در سوریه که در چند سال گذشته در داخل مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کرد و از روزنامه‌نگاران منتقد دولت بشار الاسد و مخالفان افراطگرا بود به ضرب گلوله در ادلب کشته شده است. ران فارس به علت پخش برنامه ها از داخل مناطق تحت کنترل شورشیان طی چند سال گذشته شهرت پیدا کرده بود و بسیاری او را به علت شهامت و جدیت در ادامه کار می ستودند. این نخستین بار نبود که راند فارس که شبکه رادیویی تازه را تأسیس کرده بود از سوی گروه‌های مخالف دولت بشار الاسد تهدید جانی شد. او به علت سبک روزنامه‌نگاری و تولید محتوای رادیویی خود بارها مورد عتاب و ارعاب گروه‌های مخالف مسلح قرار گرفته بود. دو سال پیش دو داعشی مسلح او را کتک زده و چند دندانش را شکستند و موجب پارگی ششهایش شدند تا بلکه او از کارش دست بردارد. او از این تهدیدها آگاه بود و آنطور که نیکلاهنین روزنامه‌نگار فرانسوی به بی بی سی گفت راند فارس می‌دانست که سر سالم به گور نخواهد برد. نیکلاهنین که با راند فارس دوست بوده می‌گوید او یکی از چهره‌های برجسته قیام مردم سوریه علیه دولت این کشور بوده و با وجود همه تهدیدهای جانی که متوجه او بوده از حمله سلاح خودداری می‌کرده است. این بود خبرهای خارجی این ساعت. اینک شما را دعوت میکنیم که به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون بیگ. بقیه برنامه های تلویزیون بیگ را دنبال کنید.